دوستان عزیزم سلام، من مرمر هستم و امروز اومدم با یک آموزش جدید آبرنگی. میخواییم با هم دیگه ببینیم تفاوت اجرا در زمینه خوش و خیس مقوا به چه صورت هست. ابتدا به کمک قلمو و آب تمیز میام سطح مقوا رو مرطوب میکنم و با تکرار این حرکت باعث میشم که آب به داخل بافت مقوا نفوذ بکنه. حالا به کمک یک قلموی شمشیری میام رنگ‌ها رو می‌سازم. رنگ‌ها برای اینکه بتونه راحت‌تر کنترل بشه، باید حتما غلیظ ساخته بشه. و اما وقتی روی مقوای خیس اجرا می‌کنم و رنگ غلیظ رو قرار میدم، همونطور که می‌بینی به راحتی قابل کنترل هست. اما لبه اون محو میشه و با توجه به بافت مقواتون شکل متفاوتی رو از خودش ارائه میده. اگر رنگ بعدی رو نسبت به رنگ اولم غلیظ‌تر بذارم، باز هم میتونم این دو رنگ رو روی هم دیگه به راحتی کنترل بکنم. با رنگ‌های دیگه هم براتون اجرا میکنم. همونطور که می‌بینید رنگ رو مستقیم از روی قرص رنگ برداشتم و میتونم اونو به راحتی روی مقوای خیس کنترل کنم. دقت داشته باشین، هر چقدر که غلظت رنگتون بالاتر باشه، به راحتی میتونیم روی مقوا اونو اجرا بکنی. اگر که دیدین رنگتون خیلی راحت داره روی کار پخش میشه، یا دلیلش غلظت کم رنگتونه و یا دلیل اون خیسی بیش از حد مقواست. حالا میخواییم بریم سراغ اجرا روی مقوای خشک. برای این کار رنگهایی که میسازم باید رقیق باشن، پس میزان آبی که توی رنگ استفاده میکنم بیشتر هست. با توجه به اجرای قلم میبینید که مرز بین رنگ و مقوا به راحتی قابل تشخیصه و یک خط بریده اونجا ایجاد شده. برای ایجاد پرسپکتیو رنگی، رنگ دوم رو نسبت اولی غلیظ‌تر می‌زدم و میتونم خیلی راحت این حجم رنگ رو کنترل بکنم. باز هم با رنگ‌های دیگه براتون اجرا می‌کنم تا بتونید به راحتی تفاوت‌ها رو ببینید و نحوه اجرا روی این دو مقوا رو یاد بگیرید. یه نکته رو در نظر بگیریم، وقتی که می‌خواید رنگ غلیظ‌تر رو روی رنگ رقیق بذارین، بهتره که خیلی کنترل شده حجم کمی رو بردارین. حجم زیاد رو از ابتدا بر ندارین تا بتونین مرحله به مرحله اونو پیش ببرین. من خیلی راحت میتونم به کمک ضربه های قلمو بافت لبه برگ رو هم تغییر بدم و چون مقوا خوش هست به راحتی قابل تشخیصه. اگر از نزدیکتر بخوایم این کار رو ببینیم به این صورت هست. یک بار دیگه هم تفاوت بین این دو کار رو از نزدیک میبینیم و از این به بعد میدونیم که برای اجرا کردن روی مقواهای خوش و خیس چطوری رفتار بکنیم. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشیم و اونو با دوستای خودتون به اشتراک بذارین. ممنون از همراهیتون.